در طول این دو هزار سال هرچند افکار انسانها با هم یونیک بوده استعدادشون سلیقه‌هاشون، انسانهای یونیک رو کلیساهای زنده همین انجیل مسیح توانسته که به ذوق بیاره و در مسیر امید و یک زندگی سالم تشویق کنه این کاری هستش که ما میبینیم که این پیام انجیل دلیل شده لذا که همه ما تجربیاتی داریم در این رابطه گذشته از اینکه خب ما میدونیم کلام خداوند که به ما داده شده ما رو نسبت به هدف مقدس خلقت نسبت به اینکه چگونه انسان آسیب خورد و حالا چگونه میتواند در مسیر اراده و هدف مقدس خدا دوباره قرار بگیره صحبت میکنه باز نسبت به معرفت و ذات خدا که حکمت و محبت و عدالت هست نیز صحبت میکنه و همچنین نسبت به پیشگویی آمدن عیسی مسیح آمدن خدا بر روی زمین و نیز ثابت میکنه که مسیح آمد ثابت میکنه که برای اون هدف مقدسی که در نظر داشت اومد اما آمدن عیسی مسیح و ایمان آوردن فرزندان خدا گذشته از اینکه یک مسئولیت میاره از این رو هست همیشه از من شنیدید مسیحیت یعنی مسئولیت برخلاف آنچه را که در مذهب هست افراد مذهبی میشن یک باوری رو در بر میگیرن در افکارشون دلشون احساسشون کارهای سنتی انجام میدن اما توی اون وظیفه است مسئولیت نیستش ولی مسیحیت مسئولیت میاره مسئولیت چهارگانه میخوام از خودتون بشنوم یک خدا. نه یه بار این خیلی اینجوری اینجوری شد از خودم شروع کن خودم خلق خدا و هرگز اول و دومم نداره میشه یه روزی الان خداست یعنی الان اولویت خداست و کلیسای خداوند هستش از اینجا که رفتیم بیرون میتونه بچه شما گرسنه هستش به خاطر بچت میری رستوران جایی ما هم با خودتون ببرید لطفا اونجا میشه خانواده پس بنابراین یک جایگاه خاص رو پیدا میکنه خب ما در کنار این مسئولیت متوجه میشیم که عیسی مسیح بعد از ایمان ما به مسیح به ما اشاره ای میکنه نسبت به تولد شخصیت ما اون کراکتوری که در وجود ما هست باید عوض بشه در انجیل یوحنا باب سه میبینیم وقتی با نیقودیموس مسیح روبرو میشه با توجه به که نیقودیموس به زمان خودش دانشمندی هست و آگاهی و دانشی داره و به نوعی دانشش هم به رخ مسیح میکشه ولی عیسی مسیح میگه این هندونا ها رو زیر بغل من نذار تو باید تولد تازه پیدا کنی تو باید 180 درجه عوض بشی نیقودیموس میگه چگونه میگه به توسط روح القدس بنابراین اگر ما در این مسیر نسبت به آنچه که هدف مقدس خلقت بوده که در پیدایش یک بیست و شیش الا بیست و میخوانیم در کتاب لاویان نوزده دو میخونیم در کتاب تصنیه هیجده سیزده که میفرماید نزد یهوه خدایت کامل باش یعنی از این بلوک گذشته خود درا. مسیحیت یعنی این عوض شو 180 درجه بیا بیرون تو اون شرایط فکر نکن از سال گذشتت بیا بیرون افکارت رو الان به کلام خدا بدوز احساست رو تمام موقعیتت رو حتی تصمیماتت رو تحت اراده خدا ببر به این میگن تولد تازه که کاملا متمرکز اون بشیم که میشه عدالت اگر در این مسیر میبینیم توصیه کلام خداوند و پند و ضرورت کلام خدا هستش میبایست بدون چون و چرا بپذیریم چرا که کلام خداوند این رو میگم پیشنهاد کلام خدا همیشه به ما پیشنهاد میده درسته ما در کلام میخونیم که کلام خدا حالا میخونیم میگه امر کرد امر خدا بهترین پیشنهاده یعنی بالاتر از اون دیگه هیچ پیشنهادی نیست که برای من و شما خوب باشیم حالا چرا پیشنهاد کرد؟ چون خدا انسان را آزاد آفریده از این رو هستش که با توجه به اینکه افراد به مسیح ایمان میآورند کلام رو می خونند معذر رو گوش می کنند به به و چه چه می کنن, اما اعمالشون اونطوری نیست که کلام خدا می خون. به طریق خودشون دارن عمل میکنن چون انسان آزاد آفریده شده مسلما از نظر جسمانی و ما میدونیم که اون آزاد نیست ما گرست ما گرسنه میشیم ما تشنه میشیم ما کشش هایی داریم به دنبال اون کشش ها میریم اما خدا افکار و روح ما رو آزاد آفریده و این آزادی رو به ما داده که در مسیر اراده اون ازش استفاده کنیم و نه اینکه آزادی بدون قید و شرط باشه بلکه خداوند مهیا کرده هرچند آرزو دل خود ما همین نوع زندگی هست که در کلام خدا به ما داده شده که چگونه زندگی کنیم و ما را تشویق میکنه مانند این شاعری که میگه ای کاش میشد بر جدایی خشم کرد شاخه های نسترن را با تواضع پخش کرد کاش میشد خانه ای از مهر ساخت مهربانی را در آن سرمشق کرد این آرزوی دل انسانه و کلام خداوند رو اعلام کرده که میخواد این رو به ما بده اما چگونه هستش که با توجه به این موقعیت اما ما قافل میشیم در نامه کلوسیان 3.8 8 الی 10 میخونیم که اعلام میکنیم لیکن الحال بعد از ایمانت آنانی که مسیح ایمان آوردن چه اجزایی که در کلیسا هستن و چه اجزایی که در به تراسای فیسبوک دارن نگاه میکنن دیگه داره با ما صحبت میکنه چون بعضی چهار انجیل ما میبینیم که حالا داره, داره, داره دوباره کلام خدا ما رو پند و نصیحت میکنه لیکن حال همه را ترک کنید همه چیز رو ترک کنید دوباره سخن مسیح با ماست انجیل یوحنا باب سه تولد تازه است همه افکار تو خستگی سال گذشته تو تجربیاتت رو غم تو اندوه تمام آنچه را که امروز باعث رنج تو از رهاش کن قصه خوردناتو قصه چی رو داری میخوری کینه تو دلت نسبت به چه کسی داری الان توی چه شرایطی هستی که میترسی از آیندت میگه ترکش کن لیکن الحال همه را ترک کنید یعنی خشم و دلایل خشم خشم دل... خشم ما دلیل داره یا تعلیمی هستیم یا تحمیلی هستیم یا ژنتیکی وارد زندگی ما شده و متاسفانه بعض مقام هستش که ما روی عادت کردیم دیگه عادتانه خشمگین هستیم دلایل خشم رو از وجود دور کن اعلام میکنه یعنی خشم و قیز باز دلایل اون و بدخویی و بدگویی و فوش را از زبان خود به یکدیگر دروغ مگویید چون دروغ اختراع شیطان هست دروغ رو شیطان کشف کرده و خوراک کسایی میکنه که میخواد بهشون آسیب برسونه چون که انسانیت کهنه را با اعمالش از خود بیرون کرده ای تمام شد همون گونه که هفته گذشته صحبت کردم روح ما بخشیده شد این یک ایمانه ایمان ما فقط در اینجا نیست که من ایمان دارم عیسی مسیح بهر گناهان من روی سلیب رفت مرد تمام من ایمان دارم که خداوند قوتش رو به من داده و من ایمان دارم گناهان من بخشیده شده من ایمان دارم اگر در نام عیسی مسیح بخوام خواهد شد نسبت به زندگیم این ایمانه و به این ایمان پویا و ایمان فعال میگن و کلام خداوند پولس رسول اشارش به همین هست اعلام میکنه تازه را پوشیده اید که به صورت خالق خیش به شکل خدا تا به معرفت کامل تازه شوید یعنی شکل خداوند ما بتونیم کامل بشیم و آنچه را که شنیدیم در از قسمتی از ادامه عمل کرده ما در حیات زمینیمون میتونه باشه که به اون نیز باید تکیه کنیم تو از تمام تلخی ها از تمام جنگها و تمام آنچه را که میخواد من رو در موقعیت قرار بده که به من آسیب بزنه از اون دور کنه اما چگونه هستش که هنوز موفق نشدیم و باز دوباره چگونه است که این کلام خدا داره مکررن به ما میگه علت هستش این هستش که در مقابل حافظه ما یه دستگاه دیگه هم هست که این حافظه رو هی میخوره هی ما حفظ میکنیم هی اون ما رو میخوره همه ما میدونیم انسان وقتی که سنش میشه 20 سال دیگه از اون موقع شروع میشه سلولای مغزش مردن و خدا اینو خوب میدونه که انسان فراموشکاره از این رو هستش که میگه کلام مرا بخون وقتی کلام مرا میخونی در کلام من ذهن تو فعال خواهد شد احساس تو نیز اکتیو خواهد شد تا بتونی نسبت به آنچه که زندگی خوب و سالم هست رشد کنیم در کتاب تصنیه 8 11 الی 14 اعلام میکنه پس بر باش مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی اینو خداوند داره میگه که فراموش کنه احساس تو فکر تو حتما همه ما به نوعی تجربه کردیم تو یه جاده داری با سرعت میری جلو پات گذاشتی روی گاز به جای 60 تا داری 90 تا میری همین که یه پلیس میبینی پات رو گاز برمیداری خدا خدا میکنی که نگیرت بعد میگی دیگه این کار نمیکنه نه دیگه ولش کن 500 دلاره ولش کن بعد میری 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 این کار احساسات فراموش میکنه دوباره میشه 70 تا 80 تا 90 تا یا تصادفی رو دیدیم بلافاصله فاصله پامون رو, رو گاز برداشتیم گفتیم خدای شک ما تصادف نکنیم تو حافظ ما بودیم ولی دوباره رفتیم هم که چند ماه رفتیم دوباره احساست فراموش میکنه و خداوند میخواد ما تقویت بشیم احساس ما فکر ما عمل کرد ما کاملا تحت تسلط روح مقدس او باشه نه آنچه را که در گذشته ما اسیرش بودیم پس بر باش مبادا یهوه خدای خود را فراموش کنی و عوامر و احکام و فرایز او را که من امروز به تو امر میفرمایم بازم میگم بالاترین بهترین پیشنهاد هست نگاه نداری مبادا خورد مبادا خورده و سیر شوی و خانه های نیکو بنا کرده و در آن ساکن شوی و رمه و گله تو زیاد شود و نقره و طلا برای تو افزوده شود و مایملک تو افزون گردد بعد از ایمان بعد از تعمید بعد از اقامتت بعد از رفع مشکلاتت بعد از تمام آرزوهای دلت اینو داره امروز به همه ما میگه و دل تو مقرور شده یعنی مست این دنیا شده یهوه خدای خود را که تو را از زمین مصر از اون مشکلات از اون گرفتاری ها از اون مریضی ها از اون ولا ها از اون درد ها از اون رنج ها بیرون کشید از خانه بندگی بیرون آورد فراموش کنیم از این رو میگه این کلام خدا رو بخون کلام خدا رو بخون تا به تو به یادت من و خادمین این کلیسا به درستی که هممون میدونیم عزیزانی که وارد کلیسا میشن به هیچ کدوم ما مربوط نمیشه به چه دلیلی میان برای همشون استادیم خدای قدوس میدونه این شعار نیست چون از طرف خداست جان ما برای شما استاده که بدیم استادیم برای شما برای هموطنان عزیزمون این غیرت از طرف خدا میاد اما دیدیم و تجربه کردیم چه عزیزانی وارد این کلیسا شدن زندگیشون عوض شد آرامش گرفتن اقامت گرفتن شفا گرفتن اما کوشن نیستند متاسفانه نه اینکه پشت بر ما و کلیسا کردن پشت بر محبت خدا کردن و نیستن توی دنیا توی دنیا غرق شدن متاسفانه و اینجاست که ما بیشتر دلمون میسوزه اگر حتی بدونیم که به کلیسایی رفتن مسلما خوشحال خواهیم بود اما وقتی که میشنویم هیچ کلیسایی نمیدن و متاسفانه توی موقعیت بدی قرار گرفتن بیشتر ما نگران اونها میشیم چرا که میدونیم یاد گرفتن اما خوب عمل نکردن خوب با اون موقعیتی که حقیقتا خدا در نظر داشت براشون نایستادن فقط سخن گفتن و از سخنی که از کلام خدا گرفتن اونم خوب متوجه نشدن برای خودشون معما شد اگه الان برای یه نفر دیگه هم میخوان تعریف کنن انجیل مسیح و معماست برای همین هست وقتی مثلا میگه بهش میرسه میگه حالا جدا عیسی مسیح تو خدا میدونیم میگه نه بابا دیگه رفتیم یه اقامت گرفتیم تموم شد رفت کارش دیگه حالا رفتیم ما خاره مسیح مثل یه پیغمبر دیگه هست هنوز یک معما هستش پدری رو میکنه به دختر و پسرش میگه ازتون میخوام که به هیچ وجه ازدواج نکنید به بچه هاتونم بگید با هیچ کس ازدواج نکنم <تص> 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 نمیدونم چرا اینو گفت ولی خب دیگه گفت دیگه این, این همون در اصل میشه گفت معمایی هستش که ما به دیگران میدیم ولی واقعا ما سعیمون بر این هستش که این معما نباشه مطابق کلام خداوند آنچه که در کلام خدا هست رو اعلام کنیم و مطابق کلام خدا از شما بخوایم که تمرکزت رو به کلام خدا بدوز خواهشم در از این درسی که داریم میریم امروز مقدمه اون درس است. خواهش میکنم امسال اگر میخوایم تقویت بشیم به خدا بیشتر وقت بده به کلام خدا بیشتر وقت بده خودت رو دیسیپلین کن مانند کانون شادی کاری که بچه ها کردن اصلا من در جریان نبودم ولی برکتش اومد من ایمان دارم که خانواده این بچه ها برکت خواهند گرفت من ایمان دارم چرا که این کلام اون بچه ها رو در مسیر حکمت آروم میکنه اجازه نمیده که شرید بهشون حمله کنه اذیت بشن برای همین تشویقتون میکنم توی خونه وفاداریتون رو به کلام خداوند بدوزید و اونجا است که کلام به شما یاد میده که خدا حکیمه تو مشکلات بهت به حکمت میده خدا دلسوز تو هست مشکلات تو رو تو مشکلات که بودی خداوند با فیزش حل کرده دوباره امسال توی این سال جدیدم رفع مشکلات تو خواهد کرد این کلام این قدرت رو داره و به ما این رو می آموزه. باز در تصنیه 8 17 اله 18 اعلام میکنه مبادا در دل خود بگویی از این کلیسا رفتی شفا گرفتی خوب شدی بارها و بارها تجربه کردم برای عزیزان اینجا دعا کردیم صاحب فرزند شدن شاید خیلیا بدونید شفا گرفتن تو کارشون موفق بودن تو ازدواجشون موفق بودن اما زمانی که از این کلیسا رفتن دیگه ما دو سه هفته ندیدیمشون بهشون زنگ زدیم برادر خواهر هموطن عزیز کجا هستی گفت چی گفتم خب بیا تو که خودمان تو نه راستش دکترم گفت به این دلیل به این دلیل تو باید خوب می شدی صاحب بچه شدن بچه ها شدن باز منطقی اومد اینجا ایستاد گریه کرد خداوند با قلبم صحبت کرد چون عمل کرده بود بیش از پنجا هزار دلار خرج کرده بود خداوند با قلبم صحبت کرد که بهش بگو از کوتاه ترین راه من به تو بچه میدم و وقتی که رفت عمل کرد نشد گفت پس چی شد کوتاه راه گفتم این نیستش که کوتاه راه خدا کوتاه راه خدا معمولیه و بعد از چند وقت وقتی که میره پیش دکتر دیگه شروع کنه به طریق دیگه صاحب بچه بشه عمل مصنی مز... مز... دکتر بهش میگه تو اصلا حامله هستی احتیاج دیگه نداره <تصفح> یعنی به طریق طبیعی و تا الان میدونم اون شخص دو تا فرزند خدا فاید چه فایده داره خدام دلش گرفته از این موقعیت ها نه فقط کلیسای مسیح و از این رو هستش که خواهشم ازتون این هست اگر محبت مسیح رو میچشید بیستید برای زندگیتون ضرورتی است که شما رو به پیروزی ها خواهد رسوند مبادا در دل خود بگویی که قوت من و توانایی دست من این توانگری را از برایم پیدا کرده است بلکه یهوه خدای خود را به یاد آور زیرا اوست که به تو قوت میدهد تا توانگری پیدا نمایی تا عهد خود را که برای پدرانت قسم خورده بود استوار بدارد چنان که امروز شده است داره به قوم اسرائیل میگه که امروز این اتفاق برای ما افتاده و فراموش نکنیم و به یاد بیاریم تا احساس ما تا فکر ما تا فعل ما بدونه که برای ما این لازم هست چون اگر ما این کلام خدا رو نکنیم اگر خودمون رو در حضور خدا تقویت نکنیم دارای ضعفی خواهیم شد که متاسفانه شیطان با دروغش ما رو به اسارت میبره اگر آگاهی خودمون رو آپدیت نکنیم حتما بارها کلام خدا رو خونده میگی چقدر بخونم اگر این تشنگی و این عشق باشه که مدام کلام خدا رو میخونی این در شما تازه خواهد شد و به این میگن در اصل آگاهی که پویاست زندست نمرده همه ما میدانیم تمام متخصصین میباید تو یک فاصله حالا چند ماهه یک ساله چند ساله این روزا خودشون رو آپدیت کنن نسبت به آگاهی حتی نسبت به اون تخصصشون و چقدر بیشتر ما که فرزند خدا هستیم و ایمان داریم این کلام خدا به ما داده شده که یک زندگی سالم نسبت باز به و خدا داشته باشم چقدر بیشتر من باید خودم رو آپدیت کنم تا مبادا به دام دروغ شریر گرفتار نشم چرا که زمانی که به این دام گرفتار میشیم دو صدا ما را آزار میده صدای درونیت از تجربیات تلخ گذشتد و صدای بیرونیت از اطلاعات ناقص دنیا که یک نوع بیزینس هست و ناآگاهی هست ما را افسرده و ناامید خواهد کردش و ما را پریشان میکنه و هیچ موقع اجازه نمیده که این قوت رو داشته باشیم ولی کلام خداوند تنها کلام زنده است که بهت میگه نترس قوی باش بیست من با تو هستم فقط و فقط و فقط کلام خدا هستش که چنین امیدی رو به ما میده مطابق کتاب یوشع یک هفت الانو لطفا توجه بفرمایید این کلام مال شماست امروز اومدی این کلام رو بشنویم گفتم نمیدونم تا چه مقداری میتونیم موعظه رو ادامه بدیم ولی خواهش میکنم این کلام رو برای زندگیت برای سالت داشته باش تا اعلام پیروزی از همین الان بکنی چی میشه نمیدونم چه کار کنم و به رها کنید تموم شد موضوعات گذشته امروز در خداوند ما تازه شدیم فقط خود کلام داره میگه فقط دیگه رسول نمیگه فقط قوی و دلیل باش تا بر حسب تمامی شریعتی که بنده من موسا تو را امر کرد متوجه شده عمل نمایی زنهار از آن که به طرف راست یا چپ تجاوز منما تا هر جا که روی کامیاب شوی این کتاب تورات از دهان تو دور نشود این همون کتابی هستش که دروغگویان و شیطان گفت تعریف شده چرا؟ چون انسان را محدود کنه برای شکستاش فقط برای خستگیهاش برای ناامیدیهاش ولی زمانی که به این کتاب توجه میکنید میبینی خدا داره باهات صحبت میکنه یک قدرتی درش هست و شیطان ناراحته این کتاب تعریف نشده اونهایی که اعلام میکنن خودشون از هدف اصلی خلقت تعریف شدن و امروز من و شما به ماهیت اصلیمون رسیدیم و این کلامی قدرت رو میتونه به ما بده بلکه روز و شب در آن تفکر کن تا بر حسب آنچه در آن چه مکتوب هست متوجه شده عمل نمایی قدرت اجرایی بهت میده امر معروف و نهی از منکر نمیدونه ما میدونیم که چی خوبه و چی بده تواناییشو نداریم امروز امروز ما در جایگاهی نیستیم که اعلام کنیم که ما نمیدونیم ما خوب میدونیم اما خوب نمیتونیم و مسیح به توسط روح القدس تواناییشو به ما نیز داده عمل نمایی زیرا همچنین که راه خود را فیروز خواهی ساخت تو این سال پیروز خواهی شد و همچنین کامیاب خواهی شد یعنی حتی نسبت به آینده در جهان دیگه تو عاقبت به خیر خواهی بود و تو بخشیده خواهی شد آیا تو را امر نکردم پس قوی و دلیر باش مترس و حراسان مباش زیرا در هر جا روی یهوه خدا با تو هستش آمین و در رومیان هشت 1 ه... یک می تا خدا با ماست بشنوم کیست بر ضد ما وقتی که خداوند با ما هستش و خوب میدونیم در متا 28 20 نیز اعلام میکنه تو را تا انقضای عالم رها نخواهم کرد و اگر خدا با من هستش در این سال من ایمان دارم امسال پیروزی ها با من هستش مشروطه بر اینکه اراده ای او رو نیز بخوام اعلام میکنه در زندگی از هیچ چیز نباید ترسید باید آن را فهمید کلام خداوندم گفت اوش تمرکز کن متمرکز کلام شد بفهم خواهش میکنم به طور خاص خادمین خادمین رو بدونید امروز که شما خداوند رو خدمت میکنید از باب چشمان شیطان کاملا زیر نظر فکوس او هستید یا خدا رو خدمت نکنید و اگر خدا رو خدمت کردید هر نوع خدمتی اینو بدونید که بهتون حمله خواهد شد پس باید بیشتر این کلام رو درک کنیم و می باید بیشتر در این مسیر نیز قدم برداریم در مزمور 31 24 اعلام میکنه قوی باشید پس این خواسته منه دیگه نمیگه قویت میکنم میگه قوی باشید قوی باشید و دل شما را تقویت خواهد داد ای همگانی که برای خداوند انتظار میکشید آیا ما منتظر خدا هستیم؟ آیا انتظار خداوند رو میکشید در آرزوهای دلتون؟ آیا امسال منتظر هستی که خدا کمکت بکنه؟ قوی شو در حضور خداوند در کلام خداوند خودت قوی کن و مطمئن باش که خداوند آن آگاهی پویایی که به تو میده در کنارش نیست تو رو تقویت خواهد کرد اما تقویت من میخواد امسال چگونه عمل کنه حتما باید من نسبت به کلام خدا آگاه بشم آمین اما باید نسبت به شیطانم آگاه بشم من باید خدا رو امسال بشناسم وقت بذارم اما باید دشمن او را نیز بشناسم ببینم اون نقشه هاش چگونه است که بر علیه من میخواد عمل کنه تا در این مسیر من بتونم از او که پدر دروغگویان هستش مطابق انجیل یوحنا 844 بتونم از خودم دفاع کنم و ما میدونیم که کلام خداوند در این مسیر به ما این آگاهی رو داده که چگونه بتونیم در این موقعیت عمل کنیم لحظه ای میخوام بیستیم لطفا میتونی لامپا رو روشن کنی بیایم از خودمون شروع کنیم ماهیت ما چیست سی و ویژگی کلام خداوند به من و به شما داره میده که ما در مسیح یافتیم اما به چند تاش میخوام اشاره کنم و از شما عزیزان میخوام خواهش کنم که نسبت به آنچه که اعلام میکنم خودتون اعلام کنید هر کسی اون رو میتونه اعلام کنه اولین آیه رو اجازه بدید من بخونم یوحنا 5:14 میگه اطمینان ما در حضور خدا اینست. این است این اطمینان رو داریم بگیم آمین چقدر زیباست واعظی میگفت خیلی خوبه که بعضی موقع بگیم آمین کشی کلیساش نمیگه آمین یعنی حقیقتا آمین که میگه تمام وجود داره تایید میکنه آمین؟, آمین هاللویا اطمینان ما در حضور خدا این است که اگر از او چیزی بخواهیم که مطابق اراده او باشد به ما گوش خواهد داد این اطمینان رو داریم آمین هاللویا پس هممون اعلام کنیم من فقط به چند تا نکته آنچه که میگم شما بگید من نمک جهانم من نور جهانم من فرزند خدایم من ظرف برگزیده, برگزیده خدا هستم من عطر خوشبو مسیحم من خادم خدا هستم من وارث مسیح هستم من معبد خدا هستم یعنی خدا در ماست آمین. دیگه اورشلیم و کعبه و مکه و اینا رو ولش کنید خدا در وجود ما هست آمین, آمین. من, سفیر من سفیر خدام من خلقت تازم من, خلقت من, به من به وسیله مسیح بر شیطان پیروزم من قوت هر چیز را در مسیح دارم ای شیطان, ای شیطان و ای تمام بدی ها, تمام بدی ها در نام عیسی مسیح, مسیح از من دور, من دور شوید خیلی ممنون بفهم خواهش شیطان حقیقتا متاسفانه چشمان خیلی ها رو بسته تمام آنچه گفتم آیه داریم تمام آنچه را که گفتم دوم قرنتیان چهار چهار شیطان این قدرت رو داره که انسانها رو فریب بده و حتی شکل فرشته خودش رو نشون بده دوم قرنتیان 11 14 متا 2 22 شیطان صاحب حتی قدرت مرگ پس بشناسیم شیطان ضعیف نیست عزیزان ابرانیان 2 14 نیز اعلام میکنه اول پتروس 5 8 اعلام میکنه هوشیار رو بیدار باش چون که شیطان همچون شیر گرسنه در کمین هست و نگاه میکنه تا یک نفر رو ببره چه کسی رو میبره؟ ضعیف رو میبره کسی که ضعیف و ناتوانه کسی که کلام رو نمیخونه کسی که با کلیسای مسیح کاری نداره کسی که اراده خدا رو نمیخواد با خودش رو مجهز نکرده و کامل نشده از این رو هستش که متاسفانه ما میبینیم آسیب میخوره شیطان دشمن ماست مطابق کلام خدا و دشمن خداست شیطان مدعی برادران هستش شیطان میتواند باعث رنج و عذاب حتی ایماندارا بشه مطابق دوم قرنتیان دوازده هفت و نیز در یعقوب چهار هفت می خونیم. وقتی با او یعنی به نام عیسی مسیح مقاومت میکنیم شیطان زیر پای ما خواهد قرار گرفت آمین آمین و نیز در اول یوحنا چهار چهار اعلام میکنه آن روحی که در ما هست قوی تر از روح شریر هست مشروطه برای اینکه در این روح خودتو رو تقویت کنیم قوت بگیری نه اینکه فقط بگم من مسیحی شدم من مسیح ایمان آوردم به این اکتفا کنم بریم با همدیگه چند تا عکس هست ببینیم لطفا آرمین جان میتونیم این عکس رو من میخوام چند تا سوال کنم همون گونه گفتم نمیدونم امروز بتونیم این کلام رو تموم کنیم یا نه داریم آرمین جان من الان خودم اینجا عکس میشم اگه نداریم آه مرسی نه این نیستش آ مرسی به نظر شما این آدم خوشرو و خوشتیپ اگر احیانا ارتشی نیروی نظامی به یک کشوری حمله بکنه این آدم خوشگل و خوشتیپ و خوشخنده براش خطری داره هیچ خطری نمیتونه داشته باشه آدم شخصیه مثلا هیچ موقع نمیاد یا نیروی نظامی حمله کنه اینو بخواد بکشه مگه پرزیدنت باشه حالا بریم عکس بعدی خب اینا چی؟ اینا هم که خیلی خوش روی هستن دارن میخندن. درسته لباساش هم لباسای عادیه. مسلما با اینا هم کاری نخواهد داشت. یه نیروی نظامی وقتی که میاد دشمنی رو میخواد از بین ببره. بریم عکس بعدی. نه با اینکه اصلا کاری نداره با پسر <applause> نه با این اصلا اینا درش کن اصلا فکر نمی‌کنم خب اینا هم که دارن خودشون مشغول دعوا هستن اصلا با اینا کاری نداره که اینا میگه با بلاش. من برم قاطی بشم بعد به اینا مشورت بدم با اینا فکر نکنم نیروهای نظامی کار نه اینا هم که خب خیلی خوش و شاد هستن خدا با اینا هم کاری نداره حالا بریم به به بفرمایید لطفا اگر یک نیروی نظامی وارد یک کشوری بشه شخصی رو ببینه با چنین لباس نظامی هست آیا با او کار داره یا نداره <applause> کار داره و به راحتی میتونه بهش آسیب بزنه چون هیچ اسلحه‌ای همراهش نیست بریم عکس بعدی حالا ببخشید اینو دیدید دید. این در اصل نماد مسیحیایی هستن که لباس فقط تنشون هست اسلحه نداره اوه این که اصلا فکر نمی کنم <applause> <تصفيق> <تصفيق> بله این راحت میتونن از بین ببرن شما کار نکنم ولی خب راحت من از حالا خب <تصف> خب عکس بعدی شما نگاه کنید اینا اینها اینا تیپ هایی هستش کسایی هستن امیدوارم به کسی بر نخوره مسیحی شدن به مسیح ایمان آوردن لباس رزم و تنشون کردن اما بدون اصله هستن از روح القدس پر نمیشن از کلام خدا پر نمیشن همش هم میگن ما چقدر تو مشکلاتیم همه عذر میخوام و بسیار غر میزنن نگران هستن بدبین هستن غمگین هستن افسرده هستن فقط لباس تنشون کردن اما بریم عکس بعدی خیلی ممنون این نه این نیست عکس بعدی آها آها خب حالا شما نگاه کنید ایشون مسلحه درسته بنابراین ایشون که مسلح است مسلما دشمن از این خواهد ترسید دشمن به راحتی نزدیک این نمیشه ایمانداری که مجهز هست این رو بدونه وقتی که شیطان میبینه به عطایا مجهز هست خادم خدا هست اهل کلام هست اهل دعا هست از این میترسن از اون ایماندار خواهد ترسید ولی ایمانداری که فقط اکتفا میکنه به یه کلیسا ببخشید کلیسا باید بیم قسمتی هست به اینکه ماهی یکی دو دفعه دعا کنم اونم بعد رسول برای من دعا فقط بکنه نه باید مجهز بشیم بعدی Música باید بشناسم شناختم شیطانم باید بشناسم مرحله بعدی که فرقی نمیکنه اول و دوم نداره باید خداوند رو بشناسیم آمین کلام خداوند میگه او الوهیم هست یعنی خدای قادر و امین یهوه شالم که هفته گذشته صحبت کردیم خدای صلح و سلامتی هستش یهوه سبایوت خدای لشکر هاست لشکر زندگیت هست صلح کننده زندگی هست رابطه تو و همسر تو اون انجام خواهد داد در صلح یهوه شما یعنی خدای حاضر یهوه یرا یعنی خدای مهیا کننده خدای شفادهنده خدای حکیم خدای راستی خدای مشورت دهنده و تمام آن را که به عنوان نیکویی هستش و در اول سموئیل 15 29 اعلام میکنه آن خدایی که عظمت و جلال اسرائیل است دروغ نمیگوید به من و شما وعده داده هرگز او دروغ نخواهد گفت و ایستاده برای ما فقط اینجاست آیا ما ایستادیم نسبت به آنچه را که خدا از ما انتظار داره نسبت به وعده هامون اعلام میکنه اراده خود را او دروغ نمیگوید و اراده خود را تغییر نمیدهد زیرا او انسان نیست که تغییر عقیده بدهد به این ایمان داریم خود عیسی مسیح در انجیل متی باب چهار چگونه با شیطان مبارزه کرد اسلحه مسیح چی بود کلام خدا برابر متا چهار چهار او که خدا بود خداوند بود با کلام خدا با اون مبارزه کرد متا چهار چهار اعلام میکنه انسان نه محض نان بلکه محض کلام خداست که نیز زندگی میکنه اونهایی که خستن دستاشون بره بالا من ادامه بدم این چند دقیقه رو هیچ کس نداره دستش بره بالا آرمین دستت رفت بالا روبن جان تو هم که دست من لوتون میدم شما خودتون میدونید که من سری شما رو رو میدم خب بریم با هم دیگه آیا همه برشور دارید؟ اونا که ندارن دستاشون حالا بره بالا خب انجیل یوحنا 16 رو لطفا بخونیم ممنون میشم یا نمیخوایم بخونیم اصلا چون وقت نیست بریم اول قرنتیان 5 1 13 همه رو داریم دیگه شنیده می شود که در میان شما زنا پیدا شده خیلی ممنون اجازه بدید یه لحظه این نامه ای که برای قرنتوس داره نوشته میشه و پولس رسول داره اون رو می نویسه در از قرنتوس یک محل فاسد و بیبند و باری بود که در اول قرن میلادی یک شهر خاصی بود یه شهری موقعیتی بود که در گناه بودش و مسلما کلیسا نیست تحت تعلیمات های بیرون میتونستن قرار بگیرن حالا پولس رسول داره این کلیسا رو تعلیم میده حالا پولس رسول داره من و شما رو هم تعلیم میده عضو میخوام موضوع همیشه زنا نیست عهد شکنی هر کجا که انجام میشه با خدا زناست مسئله فقط جسم نیست هر کجا قول دادی به خدا انجام ندادی زناست به کسی قول ند... دادی انجام ندادی عوض میخوام زناست از این رو در انجیل متا پنج سیاش میخونیم که نه یه تو نه و بله یه تو بله باشه مواظب قول هات باش قول نده اگه قول دادی بیست براش چه به بچت چه به کشیشت و به چه هر انسان دیگه ای به چه به همسرت قول دادی بیست برای هات. که بتونی اونجا تو برکتت رو بگیری بله بفرمایید و چنان زنایی که در میان امتها هم نیست به 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 جم... مرسی به 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 کلیسای مسیح داره میگه چنان گناهی و چنان زنایی هست پس تعجب نکنیم علت اصلیش چی بوده؟ علت اصلیش این بوده که از کلام خدا تقویت نشدن علت اصلیش این بوده که مسلح نبودن میگه چنان زنایی هست که توی دنیا نبوده عزیزان اینو داره برای ایماندارا مینویسه پس تعجب نکنید یک ایماندار بعد دو ماه سه ماه وارد کلیسا میشه نگاه میکنید این لباسشه اون اخل رو سب کن براش دعا کن کمکش کن کمکش کن تا به اون روش برسه وقتی چنین کلیسای اولیه که مستقیما میدیدن که مرده زنده میشه معجزاتی رو به این میدیدن میگه چنان گناهی که تو دنیا هم نیستش پس ناامید و سرد نشو نه نسبت به خودت نه نسبت به دیگران فضا بده تا دیگران روش کنن بله که شخصی زن پدر خود رو داشته باشد پس شو... شخصی که با همسر پدرش رابطه جسمی داشته زنا رو داره میگه داشته ولی بله بفرمایید تا ادم خواهد. و شما فخر میکنید بلکه ماتم هم ندارید چنان هم. که باید تا چرا؟ آن... مرسی. چرا فرق میکنن؟ چون خودشون معلم خودشون شدن چون آن چرا که تو ذهنشون میاد هرگز نپذیرفتن که میباید در این رابطه یک معلم من داشته باشم یک مشابه الان بسیار شده الان زمانی هستیم که خارش گوشا زیاد شده هر کسی خودش تعلیم میده کشیش ها اینجا داره صحبت از این میکنه زنا نکنیم از اون و میرم میره, میره میگه نه بابا ول اینا مذهبی هستن اشکال نداره میگه مستی نکنیم میگه بابا اینم اینجوری نیستش این کلام خدا میگه ده یک بده میره اونور میگه نه بابا قصه اینا اینجوری نیستش ما داریم کلام خدا رو میگیم ولی مردم خودشون دارن برای خودشون توجیهات درست میکنن اون زمانم اینگونه شده بود بله تا آن کسی که این عمل را کرد از میان شما بیرون شود زیرا که من هر چند در جسم قایبم اما در روح حاضرم و الان چون حاضر حکم کردم در حق کسی که این را چنین کرده است به نام خداوند ما عیسی مسیح هنگامی که شما با روح من با قوت خداوند ما عیسی مسیح جمع شوید که چنین شخص به شیطان سپرده شود به جهت هلاکت جسم تا روح در روز خداوند عیسی نجات یابد خیلی ممنون چرا اینقدر سخت گرفته پولس رسول چون این شخص فقط زنا نمی کرد با همسر پدرش بلکه داشت تعلیم میداد یک نوع تعلیم ناستیک ها بود که اون موقع رواج پیدا کرده بود امروز که ما روحمون بخشیده شده و ما موقعیت روحانی داریم چه اشکال داره جسممون گناه کنه چون قرار روح ما بره پیش خدا پس این تعلیم است لطفا تعالیم بیرون رو چک کنید با کلیساتون و کلام خدا خواهش میکنم چون خیلی اینگونه آسیب خوردن بله فخر شما نیکو نیست آیا آگاه نیستید که اندک خمیر مایه تمام خمیر را مخمر می سازد. بله خب موقعیت خمیر مایه میدونیم که در از کارش این هستش وقتی به آرد میرسه وقتی که به اون خمیر عادی میرسه اون ورم میکنه و بزرگ میشه. بنابراین میگه اون تاثیر میذاره اون گناه توی زندگی تاثیر میذاره. امسال سال پیروزی های توست. آمین آمین, آمین, آمین؟ آمین از این خمیر مایه های توی دنیا خودتو دور کن خواهش میکنم. چون اینا مانع پیروزی تو دارن میشن. از گناه تو دور کن خودتو تقدیس کن و در حضور خدا تقویت شو بله پس خود را از خمیر مایه کهنه پاک سازید تا فطیر تازه باشید چنان که بی خمیر مایه هستید زیرا که فسح ما مسیح در راه ما زب شده است آمین پس عید را نگاه داریم نه به خمیر مایه کهنه و نه به خمیر مایه ی بدی و شرارت بلکه به فطیر ساده دلی و راستی در آن رساله به شما نوشتم که با زانیان معاشرت نکنید لاکه نه مطلقا بازانیان این, این جهان نه نکن به هیچ فچ هدف این نیستش که به هیچ فچ هدف این نیستش که ما با مردمی که تو دنیا اصلا رابطه نداشته باشیم نمیتونیم رابطه نداشته باشیم اتفاقا باید رابطه داشته باشیم اونها رو محبت کنیم همین پولس رسول اعلام میکنه حاضرم همه کس رو همه چیز بشم مثل خود مسیح که با گناهکارا بود تا آنان نجات پیدا کنن پس هدف این نیست بلکه میگه مواظب باش توی تعلیمات اونها قرار نگیری تحت پوشش تعلیم اونها چون تعلیم تاثیر پذیره اگر میخوای تاثیر رود نذاره خب رابطه قطع کن وقتی دارن تعلیمات اشتباه بهت میدن بله که در این صورت می از دنیا بیرون شوید لکن الان به شما می نویسم که اگر کسی به برادر نامیده می شود زانی یا تم، تمام، یا بتپرست یا فحاش یا میگسار یا ستمگر باشد با چنین شخص معاشرت مکنید یعنی ازش تعلیم نگیر مواظب باشید با از این افراد تعلیم نگیریم ما بله بلکه غذا هم مخورید زیرا مرا چه کار است که بر آنانی که خارج از یعنی مثلا کار. شما میگید که بابا آخه ما کاری نداریم من ایماندارم حالا اونم بر این باور رو داره برای خودش میگه حالا بریم یه مسافرت چش تو مسافرت از وقت استفاده میکنه تعلیم میده تو کمک گرفتن شما خودش کمک بگیری تعلیم میده چون خودش کمک بگیری دیگه بعد تعلیم بهت میده از این رو هست در رومیان دوازده دو میگه همشکل این جهان مشوید بله آیا شما بر اهل داخل داوری نمی کنید؟ لکن آنانی را که خارجند خدا داوری خواهد کرد یعنی به ما مربوط نمیشه ما حق داوری اونها را نداریم امروز داریم مجموعه کلیسا هستش شاید صحبتهای من و عرایز من برای مردم دنیا بسیار ارتجاعی باشه و عقب افتاده باشه اما برای فرزندان خدا خوراک حقیقیشون هست برای تولد تازه برای تبدیل برای اینکه بتونن در آن چرا که به عنوان آگاهی هست آپدیت بشن و پویا باشه بله پس آن شریر را از میان خود برانید آمین. آمین. مرس. مطالب هست اما بریم با هم یه نکته اول رو لطفا داشته باشیم. عزیزان اگر برشور دارید لطفا بنویسید. چگونه نگرش پیروزمندانه داشته باشیم؟ داریم نکته رو؟ دوربینم هست روی نکته؟ ممنون. نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف تمام هدفامون نه فقط امور روحانی موقعیت مالید، اقامت در این سرزمین شما فرزند خدا هستی هوشیار باش تو تاریکی رفتی شریر میزنه مطابق مزمور 11 آیه دو میگه شریر کمان را کشیده توی تاریکی تو نور نمیتونه بیاد وقتی رف رسول تو تاریکی میزنتش هشیار باشیم نگرش پیروزمندانه در زندگی برای رسیدن به اهداف با آگاهی پویا یعنی مدام کلام رو بخونم مدام انزیر رو مطالعه بکنم مدام در حضور خداوند باشم با آگاهی پویا در کلام خدای زنده امکان پذیر است ما این کلام رو میگیم کلام زنده ما این کلام بعد از این هر کی اومده چیزی گفته ما اون نمیگیم زنده ما اینو داریم میگیم زنده کتاب مقدس با 66 آ... کتاب با آگاهی پویا در کلام خدای زنده امکان پذیر است تا بر هر دروغی غالب باید و ما میدونیم که شریر آمد و این دروغ را اعلام کرد تا انسان را در مسیر شکست ها قرار بده اما اگر امروز ما شنیدیم و این ایمان رو داریم میبایست بیستیم این کلام زنده خدا هست فرصتمون خیلی کمه ببخشید پنج شیش دقیقا بالا رفتیم امروز آنچه که گفتم حقیقتی از کلام خدا هست و بسیار هست خوشا به حال ماها اگر گوش کنیم و به اون عمل کنیم شخصی میگفت چقدر بده چقدر سخته که ما با مردم صحبت میکنیم و مردم حرف ما رو نمیفهمن و بدتر از این اینه که وقتی با مردم صحبت میکنیم مردم حرف ما رو اشتباه میفهمن گفت حالا میفهمم خدا چقدر از دست ما ناراحت میشه وقتی با ما حرف میزنه ما نمیفهمیم وقتی که تازه صحبت هم میکنه ما حرف خدا رو اشتباه میشنویم و ما ببینیم تو یک جایگاهی هستیم این گونه هست متاسفانه گاهی معلمی رو میکنه به شاگردش میگه یه جمله بنویس با بیل بعد میگه هابیل میگه متوجه نمیشی با دو تا بیل میگه خب قابیل و قابیل میگه عجب با سه تا بیل میگه قابیل هابیل و کشت قابیل هابیل و با بیل کشت میونه نه این فایده نداره هر چی بهش میگه بازم میره. میگه میدونید چیه با هفت تا بیل میگه بیل میرم قابیل هابیل و, و با بیل کشت یا هابیل قابیل و با کشت بعد ناراحت میشه میگه میدونید چیه اصلا با سی تا بیل. میگه اینکه خیلی راحت تره میگه بگو میگه سی بیل اگر ما حقیقتا کلام خدا ادراک فکرمون باشه هیچ نوع توجیه نداریم اما اگر احیانا ما نسبت به کلام خدا ضعیف نگاه میکنیم و جدی نباشیم متاسفانه آسیب خواهیم خورد امسال سال پیروزی شما هستش بپذیرید با کلام خداوند یک دست رفاقت صمیمانه دوباره بدید لحظه سرهای خودمون را خم کنیم لطفا. حلیلیه ای خدای قدوس شکر ای پدر عزیزم شکر ای خداوند به پاس تمام محبتات و رحمتت به پاس آنچه که خدا امروز داشتیم در حضور تو ای خداوند به پاس پرستش های خداوند گواهی ها به پاس بردرم شمون که ای خدای قدوس سرود ها برای تو خوندی مسیح مسیل به پاس تک تک عزیزانی که اینجا هستن ای خداوند و آمدن تا کلام تو رو بشنوم با فروتنی ای خداوند هرچند در اباد زندگی دانش بسیاری دارند اما در مقابل کلام تو ای خدا فروتن شده و در روح زانو خم کردن تا از تو دریافت کنند به پاس عزیزانی که بیننده برنامه ما هستند نکستم میخوام در نامی سای مسیح فقط مطابق فیض عمل کن یک بار دیگه ای خداوند افکار و دل و احساسات ما رو بشوره پدر از تمام آنچه را که تو نمیپسندی چه به عنوان گناه دانسته و چه به عنوان گناه ندانسته خداوندا پاک کن و قوت روح مقدس تو جاری بشه خدا لمس تازه بکنه و ما را مبارک بخونه تحت اراده تو خدا به هر نیاز و هر حاجتی که داریم برسیم ای خدا مبادا که از نیاز ما از آرزوهای دل ما از کشش های ما شریر استفاده کنه با دروغ بلکه تو قوت ما باشی و ما را برکت بدی که تت... تحت فیض تو ای خدای قدوس امسال سال پیروزمندانه ای داشته باشیم و تو را در تمام ایاممون بلند کنیم و جلال بدیم و همه اینها را در نام مسیح می طلبیم آمین آمین